سلام. سلام. خوش اومدین به کانال ایلین لاب. من پدرام هستم و اینجا آزمایشگاه آدم پزایی است. خب امروز میخوام براتون پرونده سازی کنم. پرونده به چه کلوفتی؟ میخوام قشنگ موشکافی کنیم. خلاصه کلن آره. مدرکتون چی؟ مدرک تحصیلتون؟ تقریبا فوق دکترا. تقریبا فوق دکترا. تا حالا از خودتون پرسیدین ما از کجا اومدیم؟ به کجا میخوایم بریم؟ به کجا چنین شتابان؟ ازل از دبا میپرسد چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ حالا یه چیزی هست که بیشتر شبیه یه فرضیه است، حتی به نظری هم نمیشه اسمشو گذاشت، که آدم ها از مریخ اومدن. آره ما هممون مریخی هستیم. یعنی شاید باورتون نشه ولی واقعا حیات یه اویدنسای پیدا کردن، یه مدارکی پیدا کردن که حیات روی کره زمین از مریخ شروع شده. تمام سیارات نسبت به خورشید یا خورشیدایی که دارن توی منظومه خودشون، اون خورشیدای جایی براشون تعریف میشه، یه فاصله مناسبی ازشون تعریف میشه به اسم کمربند حیات یا habitable zone، که اینجوریه که توی اون کمربند حیات اگه سیاره قرار داشته باشه که از لحاظ جرمی و وزنی مناسب باشه و بتونه اتمسفر خودش رو حفظ کنه، احتمال این که توی اون سیاره آب تشکیل بشه، حیات پیش بیاد، خیلی 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 بالاست. حتی توی کمربند حیات در حال حاضر ما مریخ رو هم داریم، ولی اگه نگاه کنید و دقت کنید مریخ ذره بیشتر به سمت انتهایی قضیه است. اون ابتداعاً که داشته منظومه شمسی اون شکل میگیره، خب خورشید خیلی با الان متفاوت‌تر بوده. الان خورشید میتونیم فرض کنیم که مثلا یه آدم میانساله، یه ذره ستل داون کرده، آروم شده، ریلکسه. میگن خورشید پشتش به ماست، حالا میدونستی؟ اون اولا اینجوری نبود و به خاطر این فعالیت بیشتر خورشید این هبیت وزون پوش شده بود به سمت مریخ. حالا اون اولا که میگم زمین نزدیکتر بوده به بخشی که قابل حیات نبوده و زمین اصلا شرایط تشکیل حیات رو هم نداشته، بسیار داغ بوده سطحش، ولی در اون سمت داستان مریخ یه جای بسیار عالی بوده، اندازه مناسب، جو مناسب، و الان ما خیلی 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 مدرک داریم، مخصوصا بعد از فرستادن این مریخ نورده که توی 20-25 سال اخیر اتفاق افتاده، که روی سطح مریخ آب جاری میشه، همین آبی که ما رو کره زمین داریم. خیلی با ماهواره رصد کردن، دیدن مثلا توی تایمای مختلف از دل مریخ مخصوصا توی قطباش آب میاد بیرون و جاری میشه و از بین میره، و همینطور خیلی 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 مدارک و عکسایی وجود داره که میتونیم حدس بزنیم و ببینیم که از روی دره ها و سرفیسی که روی مریخ هستش، اونجا قدیم دریاها و رودخونه ها و خیلی خلاصه چیزهای مختلف جریان داشته، شرایطی بوده که بالاخره عناصر ابتدای حیات توش خیلی بیشتر از اینجا، از کره زمینی که اون موقع داشتیم، وجود داشته باشه. بعد از اینکه خورشید شروع میکنه به آروم شدن و کره زمینم شرایط جوش و اینا مساعد میشه برای اینکه بتونه حیات تو شکل بگیره، اولین سنگ‌های بنیادی و عناصر و باکتریا و چیزایی که وجود داشته که باعث شکل‌گیری حیات شده از مریخ اومده به کره زمین. شهاب سنگ‌ها، خرده سنگ‌ها و چیزهای دیگه‌ای که تو فضا وجود داره. و اینکه میشه گفت مریخ یه جایی بوده که اولین سورسی بوده که انگار کره زمین رو تغذیه کرده برای اینکه توش حیات به وجود بیاد. یه چیز خیلی جالب که حالا براتون بگم اینه که از این سیاره ها که شبیه زمینن، توی کمربند حیات خورشید خودشون یا خورشیدای خودشون قرار دارن، میتونن اتمسفرشون رو حفظ کنن، با یه تخمین نزدیک 40 میلیارد داریم. یعنی مخ آدم سود میکشه. چهل میلیارد سیاره شبیه زمین فقط ما توی منظومه، فقط توی کهکشان خودمون ده. مشکل چیه؟ مشکل اینه که فاصله ها انقدر زیاده، انقدر زیاده، اصلا غیر قابل رسیدن و فکر کردن برای بشر. اون موجوداتی که اونجا هم هستن، اونا هم بالاخره خب مشکلات خودشونه دارن، ولی فقط باید یادمون باشه که ما توی دنیا تنها نیستیم، ما خاص نیستیم، ما یونیک نیستیم، ما کلا چیز خاصی نیستیم. چی میگه؟ ولی خلاصه تا هر موقع که
این فرصت کوتاهو داری که به عنوان یه موجود زنده درک کنی دنیای اطراف تو. زنده باش و بالا رو نگاه کن. ممنونم که داریم. اوه راستی یادم رفت، لایک ساب کامنت چی بود دیگه، اینا رو همه رو بزن دیگه، دست در نکنم اون دور اول دکمه که ما رو میبینی بزن. باید به این خبر توجه در همین حد که به خدا کنید فقط توکل مبتلا اکثر مردم مرحله اول کم کم میکنی ولی هر شب میشه پیدا سر